نقض حقوق بشر و مقابله با آزادی بیان در عربستان سعودی همواره با انتقادهای بین المللی مواجه است. تعداد زیادی از روشنفکران، علما، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی و همچنین تعدادی از فعالان برجسته در زمینه حقوق بشر در این کشور در بازداشت به سر می‌برند. حکومت سعودی همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدام‌ها را دارد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. نقض گسترده حقوق بشر در عربستان سعودی موضوعی است که همواره مورد توجه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است. عربستان سعودی از مجازات اعدام به صورت مکرر استفاده می‌کند و بسیاری از این احکام مخفیانه و برخلاف دستورات اسلامی و قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد. خشونت‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز به صورت سازماندهی شده به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که به رغم داشتن قربانیان فراوان اغلب از نگاه جامعه بین‌المللی دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است. برخی افراد صرفاً به دلیل انتشار توییت‌های انتقادی به حبس‌های طولانی مدت و اعدام محکوم شدند، اگرچه انتظار می‌رفت که حکومت سعودی برای بهبود وجهه خود در سطح بین‌المللی به ویژه پس از ماجرای جمال خاشقچی احکام اعدام را کاهش دهد و به مجازات‌های دیگر بسنده کند. اما با وجود وعده لغو اعدام توسط محمد بن سلمان، احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت افزایش یافته است. طی سال‌های اخیر ده‌ها تن از شیعیان عربستان توسط دستگاه امنیتی دستگیر و بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی همواره در عربستان وجود داشته است. اما از زمان ولیعهد شدن محمد بن سلمان از جوان 2017 به این سو، روند بازداشت‌ها و سرکوب شیعیان و مخالفان حکومت سعودی افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که در ماه می سال 2019 دولت سعودی اقدام به اعدام 37 نفر کرد. همچنین در 12 مارس 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحصا و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند. عربستان سعودی از ابتدای سال جاری نیز تا کنون بیش از 100 مورد اعدام انجام داده است که متعاقب آن این موضوع نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته. آنها به کارگیری بیش از حد این نوع مجازات را نقض قوانین بین المللی توسط دولت سعودی توصیف نمودند. اگرچه تعداد اعدام ها در سال جاری تا کنون در این کشور هنوز کمتر از تعداد اعدام های صورت گرفته در سال 2022 بالغ بر 196 اعدام است، اما تقریبا دو برابر 56 مورد اعدام انجام شده در سال 2021 می باشد. حب مرایف، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این رابطه گفت اجرای مجازات اعدام علیه 100 نفر عربستان سعودی علاوه بر آنکه بیانگر نادیده گرفتن و بی‌ارزش شمردن حق زندگی برای انسانها توسط این حکومت تلقی می شود، نشان دهنده عملکرد دوگانه این کشور و تناقض آشکاری با وعده‌های مکرری دارد که برای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام داده است. مرایف روز جمعه با اشاره به عدم پایبندی عربستان سعودی به معاهدات پذیرفته شده حقوق بشری در سطح بین‌المللی، بر نگرانی جدی جامعه جهانی در مورد خطری که جان جوانان محکوم به اعدام را تهدید می‌کند، تأکید نمود و افزود این جوانان در زمان ارتکاب جرائم انتصابی کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس گزارش قبلی که توسط سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر ریپریو مستقر در بریتانیا و سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر منتشر شده بود، از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 2015 بیش از 1000 حکم اعدام اجرا شده است. حب مرایف گفت میانگین تعداد اعدام هایی که توسط دولت سعودی در ماه آگوست انجام شده را 4 اعدام در هفته اعلام کرد و گفت این اعدام ها شامل محکومانی از ملیت های غیر سعودی بوده است. عفو بین الملل گزارش داد که یک مرد پاکستانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و یک آمریکایی به اتهام شکنجه و کشتن پدرش به اعدام محکوم شدند.
عفو بین الملل همچنین مقام های سعودی را به اعدام افراد پس از محاکمه های بسیار ناعادلانه که مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر نیست متهم کرد و خاطر نشان نمود که قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام را برای برخی جرایم خاص مانند قاچاق مواد مخدر ممنوع نموده از آنجایی که در ردیف جرایم خطرناک قرار نمی گیرند. جید بیسیونی مدیر بخش حمایت از خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر ریپریو در اوایل سال جاری نسبت به اعدام قریب الوقوع 9 تبعی سعودی که زیر 18 سال داشته یا در بزرگسالی دستگیر و متهم به ارتکاب برخی جرایم در کودکی بودند هشدار داد. علی اکبری، اخبار شیعه. جلیل مقدم، مدیر مسئول سابق روزنامه اسرار و فعال رسانه از مسقط با ما هم هستند. آقای مقدم، سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. بزرگوارین. آقای مقدم، چرا علارغم وعده های بن سلمان برای کاهش اعدام و نیازی که به ویژه پس از ماجرای خاشقچی برای بازسازی چهره حقوق بشری عربستان وجود داشت، اعدام ها افزایش یافته؟ بفرمایید. به خدمتتون عرض کنم که در حکومت های سلطنتی، پادشاهی و کلا حکومت های اقتدارگرا، طبیعت و اولویت اول حفظ حکومت. بنابراین این که حالا در عربستان هم که در از این قاعده مستثنی است، هر کجا که خدشه بنا باشه وارد بشه به پایه‌های حکومت، این تعصب و شدت عمل هست که اجازه ندهند گروه های بشر دوستانه حقوق بشری فعال بشن و تا جایی که بتوانند نسبت به سرکوب این جنبش ها و گروه ها اقدام میکنن و حتی این ممکنه جنبه‌های شخصی هم داشته باشه، یعنی چه بسا اشخاص همینطور که شما هم در مقدمه گفتید از طیف‌های مختلف از صنف‌های مختلف مشمول این قانون بشوند و های ضد بشر دوستانه بشن. حالا من اینو اضافه کنم به این حکومت‌های با این ویژگی‌ها، حکومت‌هایی که پایه‌شون بر اساس شریعت اسلامی و به طور کل مذهب بنا شده، خب این یک امر مضاعف خواهد شد، یک مشکل مضاعف است که متاسفانه در حکومت‌های دینی دست حاکم بازه که از ابزار دین هم برای سرکوب استفاده کنه و در حکومت‌های این شکلی نقض حقوق بشر، نقض قوانین زیست محیطی، حقوق زنان، حقوق کودکان هم اگر ما ملاحظه کنیم ببینیم که متاسفانه پررنگ‌تره و کلاً رعایت این حقوق بسته به سلیقه حاکم داره. یعنی اگر که حاکم احساس کنه از پیوستن این تشکل‌ها به تیور حاکمیت اعتباری برای خودش کسب میشه، طبیعتاً ممکنه اجازه بده اینها رشد کنه، ولی اگر احساس خطر کنه ترجیحش اینه که در نطفه این جنبش‌ها رو، این حقوق رو پایمال کنه و خدشه‌ای به پایه حکومتش وارد نشه. چرا عربستان علی‌رغم گزارش‌های مکرر نهادهای مختلف حقوق بشری همچنان به خشونت و اعدام ادامه میده؟ ببینید، اینجا من اشاره بکنم که الان در دولت عربستان، به خصوص در دولت جدید پس از روی کار آمدن بن سلمان، خود اینها هم دچار یک تعارضی هستند. یعنی این بخشی از زاویه‌های پنهان سیاست های بن سلمان در حوزه حقوق بشر، از یه طرف دوست دارن که در عرصه های بین المللی حضور داشته باشن، داریم میبینیم در همه ارگان های اقتصادی، سازمان های بین المللی فعال عربستان خیلی چهره خوبی از خودش نشون میده، خیلی بلند پروازانه است و به شما عرض کنم که خیلی هم انتظار داره که مورد احترام، مورد مقبولیت جامعه جهانی قرار بگیره. اما به دلیل اینکه در مورد این بخش حقوق اساسی مردم تحلیل درستی ندارن، نمیدونن اگر که
فضا بدن این جنبش ها رشد کنه، فضا بدن این نهادها، سازمان ها به شما از کنم که قوی تر ظاهر بشوند، چه اتفاقی براشون میفته؟ ترجیحشون اینه که مسکوت بذارن اینها رو تا جایی که بتونن سرکوب کنن، تا اینکه به یک تحلیلی برسن، تا اینکه چشماندازشون از این رعایت حقوق بشر چشماندازی باشد مطابق با پایه های حکومت خودشون. خب طبیعی دولت عربستان توی بخش ضعیفه، ضعیف بودن، و اگر بی‌محابا بخوان به سمت اینها چراغ سبز نشون بدن به این مسائل، ممکنه که پایه های سلطنت، پایه های پادشاهی عربستان به شما از کنم به لرزه بیفته، و این برای اونها چون قابل پیش بینی نیست، همینطور که عرض کردم، ترجیحشون اینه که در عرصه های بین المللی یه خودی نشون بدن، احساس بشه که آزادی های اجتماعی داره ترویج میشه، داره تبلیغ میشه، داره بهش احترام گذاشته میشه، اما از این سمت هم تا جایی که میتونن هر کجا که احساس خطر میکنن برخورد شدید بکنن که خدای نکرده این تعارض آشکار نشه. تشکر میکنم از شما آقای مقدم. جلیل مقدم، مدیر مسئول سابق روزنامه اسرار و فعال رسانه از مسقط با ما همراه بودند.